سلام یک بار دیگر خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم به لکچر بعدی ما شما باز ای, ای سمستر شش مضمون ای آی خوش آمدین لکچر سیومی ما شما ارتفیشل انتلیجنس هست ما شما کراکولم پانتون خود تطبیق میکنیم در این صحب ما شما در پارت تو یا در هفته دو درباره فاندیشن آف آی صحبت میکنیم که مختلف فاندیشن است از نظر یزی، سیکانومیک است، کمپیوتر انجینیرینگ است، سیکولوجی است از تمام بخش های کمپیوتر ما اساسات آی میخوانیم و این ماناک که ای از چی تشکل شده؟ اساسات ای آی چی است؟ ای آی از کدام کیها در ای آی میتونه وظیفه اجرا بکنه کیها میتونه در ای آی باشه پس اینی تمام موضوعات ازیره ما شما عملا میخوانیم و را کور میکنیم که کدام رشته ها میتونه در ای آی تاپ باشه پس در فاندیشن آف ای آی ما شما چیزهای مختلف داریم که ماتمیتکس هست، اکانومیکس هست، نیرو ساینس هست، است هست، فلسفی هست، کمپیوتر است کنترل کنترول تیوری و سایبرنتیکس هست، لنگستیک است پس اینی تمام موضوعات است که در خود اساسات ای آی مشتمل است زمان که ما شما ای آیا صحبت میکنیم تهدا بشه اساس شد پس از اینی کتگوری های مختلف مشتمل است شما باید در این رشته ها معلومات داشته باشین کار کرده بتانین. شما میتونین که در بخش ای یک در فاندیشن ای یک تغییر ایجاد کنین یا هم یک چیزی را ایجاد بکنین پس اولین چیزی که ما شما میخواییم او فلسفیسته یا فیلسفی یا هم فلسفیستا. یکی از دلایل که خیلی زیاد یکی از ظلمی که خیلی زیاد در که یعنی مشتمل است او فلسفی است artificial intelligence یک کنکشن بسیار کلوز و نزدیک همراه فلسفی داره زمانه که بخاطر از اینکه ما شما میخواییم زمانه که هر دو کانسپت استفاده بکنیم یا هر دویشان از intelligence از ذکاوت، از اکشن، عمل کانسیوژنیس از یک جنبه از یک راه، از یک تشویش از یک فکر و حتی بعض چیزهایی که فریبل will بستن. یعنی از پیش از پیش یک تصمیم برش میگیری اینی تمام موضوعات در فیلسفی و در artificial intelligence مشتمل هستن اینی موضوعات هستن که در فیلسفی و artificial intelligence رابطه بسیار کلوز داره پایین خود فیلسفی artificial intelligence اصلاً کوششش ای از شارتلی اگر ما شما بایان بکنیم کوشش نهایی و آخری کوشش امیز که سوال زیل جواب بوده آیا ماشین میتونه انتلیجن اکت بکنه؟ پس این سوال که ما میگیم آیا ماشین میتونه انتلیجن اکت بکنه عمل انجام بده؟ اینی سوال ما شما توسط فلسفی جواب میده یا هم آیا میتونیم اهمی مشکله مثل که یک شخص فکر میکنه یا توسط فکر یک شخص ما جواب بگیم آیا میشه ایده توسط ماشین جواب بتیم پس اینی سوال که زمان که ما شما پیش میشیم و این سوال که در ای, ای حل میکنیم از طریق Artificial Intelligence و فلسفی استن پس فلسفی اساس ترین نقاط است که به ما شما اینی سوال جواب می که چطور ما شما یک مشین وادار برزی بسازیم که انتلیجن حرکت بکنه دوم سوالی است که آیا انسان میتون انتلیجنس باشه و یا انتلیجنس بین انسان و ماشین میتونه سیم باشه و با زمانی که ما کوش میکنیم که انتلیجنس که در انسان است او در, در ماشین هم اضافه بکنیم ما شما باز هم ای از طریق فلسفی سالف کنه میتونیم و از طریق فلسفی میتونیم ای جواب بگیم یا این تو است که آیا میتونه یومن برین essentially a computer میشه که کمپیوتر human برین باشه یعنی کار کمپیوتر مثل مغز انسان شود پس اینی سوال دوم است که فلسفی ارتباط داره که آیا ماشین و انسان میتونه زکاوتش یکسان شوه آیا کمپیوتر استنشلی میتونه یومن براین شوه پس اینی سوال است که ما شما سریق فلسفی میتونیم سالف بکنیم و دیگه کن ا ماشین هاو ا مایند آیا ماشین میتونه مغز داشته باشه mental states داشته باشه consciousness داشته باشه سنس داشته باشه افکار مشترک داشته باشه از خود حس داشته باشه پس آیا میتونه اینی کارش انجام بده اینی سوال که می میکنیم باز هم با فلسفی مراجعه میکنیم مثال ما میگیم چه وقت ماشین باید جمع بکنه پس زمانی که میگیم چه وقت جمع بکنه امیج که باید از خود یک سنس داشته باشه از خود یک حس داشته باشه که ما اگر ما مو... مواجه یک, یک... گلند ما باید از اونجا خیز بزنم ما اونجا جمپ بکنم پس اینی جمپ اینی توانه یه زیره که ما شما برش میتهیم از طریق است در. از طریق فیلسوفی ما شما اینی را بر از اون میتونیم بگیم که اینی کارا انجام پس اینیمی یک کنکشن کلوز بین فلسفی و ارتفیشن انتلیجنس وجود داره یگانه کس که میخواهد در فل... در ارتفیشل اینتلیجنس ناب باشین اینی است که شما باید با فلسفی بلد باشین در فلسفی کار بکنین و سریخ فلسفی میتونین که اینی سی سوالی که آیا میتونه ماشین مثل انسان اکت بکنه آیا ماشین میتونه مثل انسان اینتلیجنس سم داشته باشه آیا ماشین میتونه مایند داشته باشه سنس داشته باشه اینی سوالات زمان که ما شما میگیم حل بسازیم نیاز به فیلسفی داریم ما شما باید فیلسفی را بدانیم دوم تاپیک که یک تاپیک خیلی زیاد مردم برشان سوال پیدا میشه که ایدیوزی را چرا در کمپیوتر ساینس میخوانیم بس همیج از یک استفاده ایدیوزی که او خیلی زیاد استفاده میشه او در ای آی است دا. ای آی و متمیتکس یا ریاضات دو برانچی است که از, یخ, از یک, درخ یک درخمون شامی زمانی که ما شما از ای آی صحبت میکنیم ای اردویش یک برانچ است یعنی ای آی احساسش تهدابش با اساس ماتماتیکس است اگر کسی میخواد که در ای آی خوده خود پلان ببره میخواد در ای, ای یک یک داشته باشه دست بالای داشته باشه پس شما نیاز به ریاضیات دارین شما باید ماتماتیکس بلد شوین زمانی که ما شما میخواهیم که یک ماشین چگونه فکر کنه سینکینگ بکنه تینکینگ بکنه فکر بکنه و امکان زیر پیدا بکنه که یومن بیهیور بیهیوری که مثل انسان است او را انجام بده پس اینی نظری ای که فکری که ماشین داره و فکر که انسان داره حرکات که انسان انجام میده این ما شما بخواهیم که ماشین انجام بده پس نیست که از طریق ماتمیتیکل کانسپت است ما این میگیم که از طریق اساسات ریاضی ما شما با کمک ریاضی میتونیم این به خود کامپیوتر بفهمانیم به خود کامپیوتر اجازه زیر بتیم که خودش یومن بیهیف را یا امکان زی باشه که سینکنگ ماشین ایجاد بکنیم اینجا یک سوال پیدا میشه تو ای آی از امرای متومیتکس یکی از هدف عمومی ارتفیشل انتلیجنسی است که ما شما باید یک مدل را ایجاد بکنیم که او برای انسان قابل فهمیدن باشه ما شما یک سیستمی را داشته باشیم که او برای انسان قابل قبول باشه و زمانی که شما میخواین امی دیزاین زمانی که شما میخواین امی مدل سا امی استراتژی را میخواین به انسان معرفی بکنین با یک اکسپتیبل فرمولا یا مدل را ایجاد بکنین پس اینی مدل ما شما یعنی با اساس ریاضی ایجاد میکنیم یعنی ریاضی توانی ازیره به ما شما که ما شما چیزی که انسان میخواد با فهمیدن با فهم انسان ما شما چیزی که می خواهیم اونو را ما شما ایتونیم از طریق دسپلی بکنیم پس یک کنکشن از بین ای آی و ماتمیتکس همیست که ما شما برای فهمیدن یومن انسان می تونیم مادلا را بسازیم مادلا بسازیم که انسان او را درک کرده بتانه او را پروسس کرده بتانه مثال ما شما یک سلف درایوینگ کار را در نظر می گیریم که خودش حرکت برازی گول هدف تعیین میشه و این از طریق ابجکت که مثال آبجکت ما شما میتونیم سنگ بگیم آبجکت ما شما میتونیم موترگه بگیم آبجکت ما شما میتونیم انسان بگیم یعنی هر چیزی که او در پیشوری یعنی موترمه او آبجکت است پس اینی را که این ماسطبه میکنه این ویدیو ایمیج استفاده میکنه و او را ریکوگنایز میکنه تشخیص میکنه پس اینی تشخیصی که میکنه اینی از ماتماتیکس میکنه ای پروسیجر که و بک پروپاگیشن که استفاده میشه ای از طریق ریاضیات میشه پس اینی کنکشن که ما شما گفتیم مثالش رو گفتیم امی کانکشن بود که چیگونه ما شما میتونیم ریکوگنایز ابجکت بکنیم درک بکنیم پیدا بکنیم او را مقایسه بکنیم پس ما شما از طریق امی ای آی انجام میدیم و یک چیز دیگه که فرق بین فرق و کنکتیویتی بین ای آی و ریاضیات انجام میده او است که ریاضیات امرای ما شما کمک میکنه مشکلات که ابسترکت هستن قابل دید نیستن مشکلات که مثال پیش بینی نشده است اونوار ما شما میتونیم از طریق میتودای که از یک هزار سال قبل صد سال قبل تکنیک که در یویز ایجاد شده ما شما میتونیم او را سلف بکنیم اگر دیده باشین از او فرمولای سابقه تا به حال در, در تکنیک تا به حال در, در نوآوری تا به حال در سیستم از او استفاده میشه پس یکی از استفاده دیگی است، یکی از کنکشن دیگی است که ما شما توانه زیر که ما شما میتونیم از تکنیک های گذشته مشکلات خیلی دیپ و ابسترکت میتونیم سالف بکنیم یه یک سوال دیگه است که از کدام نوع مت ریاضیات ما شما در Artificial Intelligence استفاده کرده میتونیم ما شما از سی برانچ ماتماتیکس میتونیم در AI آی کرر داشته باشیم یکی از که لینر الجبرا دوم کالکولاس سیفون پروپیلیتی لینر الجبرا یک الجبری که ما شما الجبری خطی میگیم ای میتونه در بخش ایدیای ایجاد کردن ای نو زمانی که تحقیقات کسایی که تحقیق میکنن کسایی که ساینتست ای آی هستن میخواین یک چیزی نو ایجاد بکنه یک نظریه نو را اختراع بکنه پس اینیا میتونه از طریق لاینر الجبرا ای کار انجام بده ما پیش گفتیم بخشی از ریاضیات سه برانچ تقسیم که یک برانچ که کسی که میخوای ای دی نو ایجاد بکنه او از طریق لاینر الجبر در ای میتونه انجام بده پس شما اگر میخواید ای آی کرر داشته باشین پس لاینر الجبرا بر شما ضرور است توسط لاین الجبرا ما شما مدل ایجاد میکنیم از کانسپت های ویکتور و تنسور و متریکس و سیت ها و گیم تیوری از فنکشنها، ها از این تمام معادلات و فرمول های ما شما میتونیم که مربوط به الجبر خطی میشه ما شما میتونین که یک ایدیای نو ایجاد بکنی یک فکر نو ایجاد بکنی یک مشکل نو شما میتونین بر از او یک سلوشان نو را پیشنهاد بکنین دوم کالکولاس از کالکولاس جنرالی در بخش متمیتیک مادلنگ همراه ما شما کمک میکنه زمانه که شما بخواین یک مدل را بسازین مدل ریاضیکی را برای فهم انسان بسازین شما از کالکولاس استفاده میکنین کلکولاس میت از انتگرال از مثال لیمیت مشتق از این کانسپت ها شما میتونین مادل های بسیار خوب و بهتر اندازه بکنین و او را دیسپلی بکنین و سیوم که خیلی زیاد در تفشل انتلیجن مهم است پروبیلیتیس را که در کلکولم نه در و پانتون شما همیال پروبیلیتی در سمستر سیس یا اول اضافه شده خوبی این مضمون چی هستم زمانی که شما میخواین در خود ای آی که انسرتینیتی گفتی حقایق یعنی شاید این تو موضوعات که شاید واقع شد و شاید نشد اینی پیش هایی که شما زمانی که انجام میتین در نیای پس اینی می از طریق لائنر تا از طریق پروبیلیتی رای هست که ماش میتونیم کی که انالایز بکنیم تحلیل بکنیم و بعد از او را درک بکنیم که یک واقعه با چی فیصدی امکان داره واقع شد با چی فرکانسی امکان داره واقع شود و اینی کانسپت که ما شما را درک میکنیم با اساس می میکنیم احتمالات میکنیم پس یکی از رشته که واقعیت حادثه را انسرتینیتی را با ما شما نشان میده از ریخ پروبیلیتی است پس اینی سه کرر شما سی رشته ریوزی است که در ای آی بسیار تاپ استفاده میشه و شما میتونید دو کرر تانه دوامدار و خوبتر بسازین دوم بحثی که ما شما داریم در فاندیشن ای آی او اکانومیک است ما این موضوع رو زیاد نمیخوایم بحث بکنم به خاطر که موضوع است مربوط به اقتصاد کسایی که اقتصاد میدانن اقتصاد دانستن مربوط بازو است اما تا جایی که ما از ایتار کردیم بخشی آی که در که استفاده میشه او در ریشنل دیسیژنز تصامیم که حقی استن تصامیم که به حقایق استاد استن در ازوا در تیوری ازوا ما شما میتونیم آی استفاده بکنیم ما شما میتونیم چیزایی که پروبیلیتی دارن احتمالات دارن تصامیمی که مثال انسرتینیتی دارن شاید واقعی شوه شاید واقعی نشوا ما میتونیم یک خوب سلوشن از طریق یا استفاده بکنیم پس بخش ای آی فاندیشن ای آی یک موضوع اکانومیک است که ما شما زمانی که در ای آی کار میکنیم باید به با اکانومیک هم توجه داشته باشیم و از اکانومیک بدانیم اکانومیک ما شما توانی زیر میتا که ما شما روبات را دیزاین بکنیم با مصارف بسیار کم کار زیاد را انجام بده یا هم روبات را انجام بتیم که کار ناممکن با ما شما ممکن بسازه بسیج ما شما خیلی فابریکای دنیا داریم که انسان او کار بسیار به کندی انجام میده اقتصاد مثال در بخش اقتصاد در سکتور اقتصاد ما شما میتونیم از ماشین های بسیار آسوده و در شکل ما شما داریم خیلی شکل های دیگه است ما شما از او به شکل بسیار استفاده کنیم و بحث دیگه بحث نیرو ساینس است یکی از فاوندیشن دیگه از خود ای است که نیرو ساینس است خود نیرو ساینس چی است نیرو ساینس عبارت از سنتفکس مطالعه ساینسی یا علمی خود نیروز سیستم است مغز عصبی انسان است نیرو سیستم است این یک دیسپلین است که از, 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 از چند علم مختلف تشکیل شده سایکولوژی است آناتومی است مولکولر بیولوژی است دیولپمنت بیولوژی است سایتولوژی است ماتماتیکال مدلینگ است و این خیلی موضوعات مکس که یک جا شده و این یک نیرو ساینس تشکیل میده کارش چطور مغز ما شما میتونیم که مطالعه بکنیم پس همی زمانی که ما شما سایکولوژی را صحبت میکنیم باید ما شما اساسات نیورنس را بدانیم نیرون سرکت بتانیم در انسان کدام نیرون ها داره نیرون ها باساس چی کار میکنه پس اینمی نیرو ساینس توانی زیر با ما شما میتا که مغز چگونه فانکشن اجرا میکنه چگونه کار میکنه پس موضوعی که ارتباطش سوالی پیدا میشه ارتباطش بین با ای آی چی است زمانی که ما شما میخواییم که براین کامپیوتر و انسان ببخشین براین انسان و کامپیوتر ما شما سیمیلر بسازیم مغز انسان چگونه حرکت میکنه چگونه فعالیت میکنه میخوایم ایده در کامپیوتر عملا داشته باشیم پس اینی کار زمان که ما شما انجام میدیم از طریق نیرو ساینس میکنیم نیرو ساینس توانه زیر که ما شما براین انسان به شکل در کامپیوتر هم در بیاریم و استفاده بکنیم ایجا یک موضوعی است که چطور نیرو ای آیا انسپایر کرده تحت تاثیر قرار داده نیرو یک،, یک, کی رول در تاریخچه ارتفیشل انتلیجنس هاره. از اولا نیرو در, در انتلیجنس خیلی زیاد استفاده شده و زمانی که ما شما میگیم ما یوم، ای, ای ماشینی را کار داریم که به شکل انسان باشه به شکل یومان باشه و زمان که اینی صحبت میکنیم ما نیاز به نیرو ساینس داریم نیرو ساینس توانی زیر میده که ما شما ای آی بسازیم که مانند انسان باشه مانند یومن باشه زمان که نیرو ساینس ها تحقیق میکنن یا تحقیق شنمیز که مغز چطور مغز انسان چگونه تاوت خیالات خیالات پراسس میکنه و ای تو اکت میکنه در بادی انسان پس نیست که ما شما بعضی مرزا میتونیم بهتر تشخیص بکنیم میتونیم بسیاری کارها رو بهتر از طریق نیو انجام بودیم ما یک مثال میخوایم انجام برتان بگویم که زمانی که ما و شما انسان دست از دست میتا ما شما بعضی رباتا داریم که در به شکل در دست انسان کار میکنه مثل دست انسان کار میکنه اونوس که او با نیرو ساینس، از طریق نیرو ساینس با های دست یا رشته هایی که در بدن وجود داره با در ارتباط میشه و انسان چیزی که میخواد به همون گونه حرکت میکنه پس این نیست نیرو رو مطالعه میکنه ما چگونه دیوایس رو بسازم که با انسان توانی زیر میتا که چگونه این حرکت بکنه چگونه دستش حرکت بکنه چی وقت کلکایش باز شد چی وقت پست شد پس اینی کارایی که ما شما انجام میتیم، از طریق نیرو ساینس میکنیم پس شما زمانی که ارتفیش انترجنس میخواین یک سیکرد مغز را بفاین یعنی خود مغز انسان چی سیکرد داره ما شما میتونیم در نیرو ساینسی را مطالعه بکنیم و نیرو ساینس به شما توانیزی زیره میده که مدلای بهتر بسازین که مشابهت به انسان داشته باشه. موضوع بعدی سایکولوژیست است در فاندوشن یک موضوع دیگه ای آی سایکولوژی سایکولوژی خودشی است بارت از ساینس مغز و بیهیو است عملکرد و بیهیو و مغز انسان چگونه کار میکنه فانکشن مطالعه کردن از این کار سایکولوژیست است سایکولوژی کارش با ان انکانسیجنیو مثال واقعات که میشه واقعات که نمیشه احساسات تاوتس فکر اینی تمام موضوعات است که با در سایکولوژی مشتمل است این سایکولوژی اصلا کار است که انسان چگونه برخورد میکنه مغز انسان چگونه برخورد میکنه حرکاتی که از انسان میایه او قابل پدید نباشه پس اینی تمام موضوعات است که ما شما میتونیم که از طریق سایکولوژی بهتر درک بکنیم ما شما میگیم how do we think and act ما شما چگونه فکر میکنیم و چگونه عمل میکنیم زمانی که رو مطالعه میکنیم از طریق سایکولوژی میکنیم سایکولوژی اصلا ف... ما شما میتونیم که معلومات انسان چگونه پروسس میکنه و همین گونه ما شما اگر بگویم که چگونه کامپیوتر میتونه از معلومات بگیره و او را پروسس بکنه از طریق سایکولوژی میتونیم را بر از او بفهمانیم ما شما میتونیم که از طریق از طریق کانگنیتیف ساینس یک رشته دیگر است که نو بسیار زیاد رشد کرده که مکمل کارش به است که مغز انسان از نظر سیکولوژی چگونه حرکت میکنه اینی فانکشن ها ما شما در, در خود کامپیوتر مطالعه بکنیم در لنگویج میمری و از فکر کله کمپیوتر رو مطالعه بکنیم پس ما میگیم بعضی وقت روبات یک عمل رو انجام بده که با اساس سایکولوژیکال باشه پس زمانی که این عمل با سایکولوژی رو سرش انجام میدیم ما نیاز داریم که سایکولوژی رو خودش رو بدانیم که چی است و او روبات به شکل یار بسازیم که با سایکولوژی همزمان در کردار در رفتار در ارتباط باشه دیگه ما شما بخش کامپیوتر انجینیرینگ داره ایرا نیاز به زیاد تشریم نیاز معلوم است که در بخش کامپیوتر انجینیرینگ ما شما توانی از این میتا که چگونه میتونیم مدلای که نیاز هستن مدل که ضرور هستن هاردوار که ضرور هستن شکلای هایی که ضرور هستن ایره ما شما سریخ کمپیوتر انجینیرینگ میتونیم دیولاپ بسازیم مثال میگم یک هتل است میخواید که یک روبات داشته باشه که بر از کار امو اشپز انجام بده پس اینی هتل زمان که ربات میخواد دیزاین بکنه اینی کار کامپیوتر انجینیر است که اینی را چگونه دیزاین بکنه چگونه عکس العمل انجام بده چگونه کار بکنه پس نیست که از طریق تمامش از طریق بشه ای کیرز اباوت هاو تو بیل پاورفل ماشین تو میک ای در کامپیوتر انجینیرینگ کارش به است که چطور میتونیم ما شما ماشین های پاورفل بسازیم که آی ام امکان پذیر بکنه هر ای آی مفهومی که ما شما داریم او را کامپیوتر انجینیرینگ عملی میسازه در کامپیوتر انجینیرینگ شما او میسازن. مادلش میسازن. میسازن. از 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 را عملی میسازین مدلش میسازین شکلش میسازین مثال ما شما میگیم سلف درایوینگ کار است حالا میتونیم ما شما از استفاده بکنیم پسینی توسط کامپیوتر انجینیرینگ ادوانس رفتنش ما میتونیم سلف درایوینگ کار داشته باشیم ما او را دیزاین کردیم و او را ایجاد کردیم پس شارلی کامپیوتر انجینیرینگ وظیفه ش که چگونه ما شما سیستم سیستمای را دارا باشیم که او کار خود انسان ببخشین کاری که ای آی میخوای انجام بده در او قابل قبول باشه و دیگه هم سایبرنتیکس هست یا کنترول تیوریست ده سایبرنتیک عموما کارش بایی است که آ, کارش ایست که چگونه ما شما با محیط کار بکنیم از محیط فیدبک بگیریم پس سایبرنتیکس جنرالی بسش بالا عزیز که چطور سیستم خودش یک عمل را انجام بده با اساس فیدبکی که از انوارنمند داره از محیط یک چیز را میگیره و او را مطالعه میکنه و بعد از او تصمیم میگیره یکی آی کی ما شما داریم که خود مثال برش میگیم که اینی کار اینی وقت انجام بدی اما در بخش سایبرنتیک زمان که شما میخواین رو بات را بسازین که از محیط مطالعه بکنه مثال یک جای میره اوجا محیط سرد است اوجا محیط گرم است اوجا آب است مثال ما شما میگیم که موتورای می داشت باشیم که هم کشتیش هم موتور است زمانی که داخل آب میشه یا از محیط میگیره که آل آب است مثال دیج آب است اگر ما موتر باشم ما غرق میشم این خاصیت خود کشتی رو میگیره اینی که از محیط مطالعه میکنه و بعد از او اکشن انجام میده اینی زمانه که بحث عمومی یکی از پاوندیشن دیگی ایمی که ما و شما از فیدبک از این میگیریم و بعد از او کار انجام میدیم این یک یگانه ای نیست که بخش کامپیوتیشنال است بخش ماسه بایسته است این میتونه بیولوژیکال باشه مثال تمپریچر خود بادی میتونه میکانیکل باشه مثال سرعت خود یک ماشین میتونه سوشال باشه میتونه اکانومیک اقتصادی باشه میتونه خیلی چیزای دیگه باشه پس اینی موضوعات که شما زمانی که میخواین از انوارنمنت فیدبک داشته و از محیط زیست از محیطی که اوجاد کار میکنه رو باعت. از اوجا یک فیدبک داشته باشه و بعد از او عمل انجام بده اینی وظیفه سایبرنرکس است که ما شما سمپل اپتیمال اجنت دیزاین میکنیم یعنی اجنت مفهومش همیز که رو دیزاین میکنیم و او از خود انوارمنت فیدبک میگیره و ما شما دیسپلی میکنه دومی است که خود امی دیزاین با شکل ما شما کنترل میکنیم دیزاین مدرن میسازیم که ابجکتیو فانکشن که او را مثال در وقت کم بود او را ما شما ماکسیمایز بکنیم زیاد بکنیم ابجکتیو فانکشن توسط وقتی که ما شما داشتیم او را ماکسیمایز بکنیم یعنی تیوری بخش دیزاین ما شما ماکسیمایز بکنیم کلان بسازیم وسیتر بسازیم پس این موضوعات که مثال ما شما پیش تیوری بسیار کم در بخش های داشتیم عالی می که در ای کارای که, که مثال پیش از این نشده او را انجام بدیم پس این زمان که ما می توسط کنترل تیوری میتونیم انجام بدیم و لاست استپ او لنگستیکس است زمانی که شما از گوگل و سری پرسام میکنین زمانی که ما شما از طریق وایس از گوگل یک را میخواهیم پس اینی نیست که یک سیمپل کوشن ما شما ایجاد میکنیم و اونها باید جواب بگه پس این است که یک تکنولوژی استفاده میشه کینی تکنولوژی با اساس نیچرال لانگویج پروسسینگ با آمد و, ازی استفاده و از استفاده شد و از نیچرال لانگویج پروسسینگ یک کانسپت است یا کار است که در ربات خیلی ارزشمند است خیلی جات استفاده میشه او است که شما ارتفیشل اینتلیجنس تو چیزی که میخوای بر تو بات بتا یعنی نیچرال لانگویج پروسس بکنه کی نیست که زمانی که ما شما از سیمپل لنگویج صحبت میکنیم و پس به ما شما سپیک بک میکنه به ما شما ریپلای میتا ای انلیمیتد نیست این ای لیمیتد است تا جایی که ما برای از که گفتیم او به ما شما جواب میگه پس میجه است که یک لیمیتد یک حد متعین میشه ما شما نمیتونیم که انلیمیتد بگیم هر نوع سوالات جواب بگیم پس این نیست که ما شما میگیم که اینی نیاز به یک ترجمان داریم نیاز به یک زبان به کدام اصلا بگیم کسایی که معدبین هستن. کسایی که ادبیات خواندن کسایی که در بخش ادبیات کار میکنن یا در اینجا امرای کمپیوتر در بخش کار کرده رئیس چطور ما شما بتانیم که فکرن و لنگویجا در شکل سینکینگ. و لنگویج با هم ریلیتد شه تو چیزی را میخوای چیزی که فکر میکنی او برای تو از طریق زبان گفته بتانی و او پروسس بکنه با زمانی که ما نیچر لنگویج پروسس میگیم فرمولش هم قسم است مودرن لنگویستیک پس زبانایی که یا ادبیات मोडर्न या मा ए आई इक् जमान के ममी खाई मिसाल मा मोडर्न जबान है इंग्लिस मिसाल मोडर्न इंग्लिस टैस ममी खायब दर एरा मलीब कौन पची मिला नेचुरल लैंग्वेज पुरोसिंग में कि वीफियल टेगा कम्पिटेल लैंग्वेज टेगा اینی کار انجام بده که لیمیت از بین باره و چیزی که تو میخوای از طریق اونو لنگویج که صحبت میکنی باید او بر ریپلای بده این یکی از دیگه اساسات ای آی است که در ای آی کار میشه او است که خود چیزی که تو میخوای از طریق نیچرال لنگویج پروسسینگ را انجام بده که یکی از رشته است که حال شما میتونید نیچرال لنگویج پروسسینگ با ربات بخونین و در مارکت از او استفاده بکنین ای بود فاندیشن آف ای, آی. اساسات ای, ای بود که آی در کجا استفاده میشه و با چی گونه اساسات از این استفاده میشه شما میتونید که از این بخوانین استفاده بکنین یک رشته برات انتخاب بکنین و بعد از رشته که مثال امیال کار که برتون یک بگران بسازین باز هم در درس مشکل داشتین از طریق اسلمس سلام أو یا هم از طریق واتساپ گروپ که ما شما داریم همراه ما شریک بسازین تا در بحث بعدی همراه شما شد... کاور شوه و آماده به بحث درس بعدی باشین تا درس بعدی به خداوند یک تا تاو... میسپارمتان خدا خدا نگهدارتان